هیچ دقت کردید بعد از انقلاب ملی و میهنی مردم ایران چپها و فعالین به اصطلاح سیاسی در اپوزیسیون به جای مبارزه با جمهوری اسلامی شروع به جنگیدن با شاهزاده رضا پهلوی کردند. اونها حتی پا رو فراتر گذاشته و با تحریف دروغین تاریخ کینه‌های خودشون رو در برابر شاهنشاه آریامهر و رضا شاه بزرگ بیرون ریختند. اونها مدعی این هستند که شاهزاده مانع اتحاد اپوزیسیون و حرکت انقلابی اونها میشه. سوال ما طرفداران خاندان پهلوی از اونها این هستش که اگر شاهزاده مانع اتحاد اپوزیسیون هست، چرا خودتون دست به کار نمیشید؟ اگر شاهزاده توانایی این کار رو نداره، چرا خودتون دست به کار نمیشید که یک جبهه هماهنگ در برابر جمهوری اسلامی به وجود بیارید؟ آیا به غیر از این است که منافع مشترکی با جمهوری اسلامی دارید؟ اونها مدعی این هستند که طرفداران شاهزاده واقعی نیستند و ارتش سایبری هستند و باز هم سوال ما از آنها این هستش که شما که از عهده مبارزه با یک فرد به ادعای خودتون بدون محبوبیت و فقط دارای ارتش سایبری برنمیاید، چطور میخواید با جمهوری اسلامی مبارزه کنید؟ پس به جای این همه بهانه تراشی و تهمت و دروغ برید و به دنبال حقیقت بگردید و ببینید که چرا ایشون این همه محبوبیت دارن. محبوبیت خریدنی نیست. خاندان پهلوی در دل مردم ایران جا دارن. این همه فریاد رضا شاه روحت شاد و ای شاه ایران برگرد به ایران، خواست مردم ایران در کف خیابون هستش. ماها فیک و سایبری نیستیم، ما واقعی هستیم و بیشماریم. به کوری چشم تمامی ایران ستیزان ما کنار شاهیم و شاه هم کنار ماست، چون مطمئن هستیم که قلب ایشون برای ایران میتپه، چون ایران معبد ماست.